هاشم، تو را باراشی ادامه بحث نووقت بودیم، درسته؟ ما جلسه گذشته توضیح دادیم که خدا دستور میده به نووقت که نووقت در سن 500 سالگی بوده که بیاد کشتی نووقت را بسازه، درسته؟ و میاد کشتی ها 120 سال 480 سالگی 120 سال طول میکشه که کشتی ها بسازه، یعنی 600 سالگی طوفان نووقت میاد، درسته؟ بعد نووقت وقتی کشتی ها میسازه 120 سال طول میکشه. گفتیم چرا 120 سال؟ به خاطر اینکه افراد ببینند و تشوا بکنند. چرا راه دیگه ای خدا نشون نمیده برای از بین مردن افراد؟ به خاطر اینکه بیان ببینن که داره کشتی میسازه و شاید بیان بپرسن که آقا چی شده، کجا چی، و به این شکل بیاد و تشوا بکنه، درسته؟ و بیان مردم افراد دوره تشوا بکنن. بعد خدا دستور میده سه طبقه درست بکنه: طبقه بالا برای آدما، طبقه وسط برای حیوانات، طبقه پایین برای فضولاتشون. و گفتیم سوهر درست کن، خدا دستور میده به نووقت، یعنی بیا و پنجره درست کن. طبق یه توضیح دیگه، یه سنگی بوده که نور میداده، به خاطر اینکه یه حالت یه صندوقی بوده که اینا رفته بودن داخل اون، چون اگه از بالا باز بوده احتمال اینکه بارون داخل کشتی بره بوده، بنابراین بعد یه صندوق مانند بوده باشه، درسته؟ به خاطر همین به این شکل درست میکنن، درست؟ خب حالا ادامه، خدا میگه که من طوفان میارم، هر چیزی که رو زمینه از بین خواهم برد، که گفتیم توسط اینکه آدما خراب کرده بودن رو حیوانات هم اثر منفی گذاشته بود. حیوانات هم میومدن با غیر جفت خودشون میرفتن و جفتگیری میکردن، و بدترین گناه که باعث شد که طوفان نووقت بیاد همون گناه دزدیه که جلسات گذشته توضیح دادیم. حالا یودخت ها میخونیم. یودخت تورا نه انو نایمده میدم یودخت و حقی موتیت بریتی و اجرا خواهم کرد عهدم را ایتاخ همراه تو وات ها الهتوا و خواهی آمد الهتوا به کشتی اتا تو وانخا و پسران تو و ایشتخا و همسر تو اون شه وانخا و همسر فرزندان تو ایتاخ همراه تو. یعنی خدا دستور میده که نووخ هم فرزند نووخ همسرش فرزندانش عروساش وارد کشتی بشن. راشیزا توضیح داد، گفت از اونجایی که اومده اینا را جدا جدا شمرده، ما یاد میگیریم که رابطه یه زناشویی در کشتی نووخ مجاز نبوده. چرا؟ چون دنیا کل دنیا تو سعر بودن، نمیشده که اینا بیان و سرن حالا تو اون موقع شار برخن بیان تولید مثل بکنن، درست؟ اینا ما از یوسف هم یاد میگیریم، یوسف وقتی که قحطی بوده بچه دار دیگه نمیشه یوسف هستاده، وقتی دوره سیری بوده تو تورا میگه که منشه و افرایم ما به دنیا میاره. ادامه یوتت تورا و حقیموتی و حقیموتی و اجرا خواهم کرد ات بریتی ایتاخ عهدم را با تو اواتا الهتوا اواتا و خواهی آمد الهتوا به کشتی اواتا و خواهی آمد الهتوا به کشتی بله کجا بودیم؟ بله یه بار دیگه یوته اومیکول هخی و از تمومه هخی زندگان میکول باسار از تمام مخلوقات شنعیم دوتا میکول از همه تاوی الهتوا بیار به کشتیل حقیوت ایتاخ که زنده بمونن با تو زاخار اون قوای هیو مذکر و مؤنث باشن زاخار اون قوای هیو مذکر و مؤنث باشن اینو مواظب باشن راسته درست. خب بریم راشی داره اومیکول حقیوتت اومیکول حقی و از تمام زندگان افیلو شدیم حتی اجنه. خیلی جالبه ببینید، نمیگه از تمام فقط حیوانات، میگه حخی از تمام زندگان موجودات زنده، یعنی حتی شدیم شنعی میکل مین حپا خود شباهم حداقل در اونها لو پا خطو میشنعیم کمتر نباشن از دوتا اخاد زخار و اخاد نقوا، یکی مذکر و یکی مؤنث. با خاطر اونها ایرهن من خودم شکونی هم دارم. پس مذکر و مؤنث بفهم احتمالش بوده تا این توضیح که حتی بیشتر از دو تا هم بودن از نه 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 میگه حداقل رو گرفته، یعنی کمتر از این نمیشد بیاره. بله بله مگه جن قدرت پرواز کردن نداشتن؟ خب یک سال که نمیتونن پرواز کنن، یک سال خشکی نبوده، بالاخره میافتادن پایین. ادامه 20 تورا مهاوف از پرندگان الیشا صرف نزنید او مهاوف و از پرندگان لمینه هو بنوش مین ها به ما از چارپا لمیناه بنوش میکل رمس از تمام خزندگان زمین لمینه هو بنوش
شنعی میکل دوتا از هر یا و بیاین الخا به سوی تل هخیوت برای اینکه زنده بمونن، یعنی جفت جفت خدا گفت که حیواناتا بیاره. بیست مها افلمینه هو بیست راشی مها افلمینه هو اوتام شداوه هو. آها اینجا جالبه که ببینید خب کدوماشون رو انتخاب میکرد. ممکنه خب از هر مثلا کبوتر ما 1,000,000 کبوتر داشتیم، خب از این 1,000,000 جفتی ها انتخاب کرد که خلاف نکرده بودن، یعنی با جفت خودش بود. کجا میفرمایید خلاف میکرده؟ بله گفتیم حتی حیوانات میفهمیدید که مها افلمینه هو بیست فرم نظر سنجی مها افلمینه هو از پرندگان به نوعش اوتان آنهایی که راشی شداوقو که چسبیدن بمینه هم به نوع خودشون ولوهیش خیتو درکام و تباه نکردن راهشونا، یعنی پرندهی انتخاب کرد، حیوانی انتخاب کرد که با نوع خودش بوده، خلاف نکرده بوده. آخه گفتیم مثلا خروس با مرغ میرفته یا مثلا ببخشید با تاووس میرفته، تاووس با مثلا خروس میرفته. خب معله ولوهیش خیتو درکام و تباه نکردن طریقتشونا معله هم با او سوال آقلیه معله هم خود به خود با او می اومدن، متوجه یعنی خودشون مثلا اینکه یه چیزی بهشون رسیده می اومدن معله هم با خودشون می اومدن، یعنی نمی اومد نو وقت بره بکشدینشون به زور بیادشون تو کشتی، خودشون می اومدن. کل شهتوا قلستو هر کسی که کشتی اونا جذب می کرد هیخ نیست با واردش می شد، یعنی کشتی خودش جذبشون می کرد، اونایی که جذب می شدن وارد کشتی می شدن. سوال میده الان مثلا خرس قطبیه ها از کجا پاشد اومد تو کشتی؟ هوافرمایی حتما بوده. ادامه 21 و اتا 21 تورا و اتا قخل خواه 21 و اتا قخل خواه و تو بگید برای خودت میکن مخال، این خیلی جالبه، از تمام غذاها و تا و تو قخل خواه بگیر برای خودت میکن مخال، از تمام غذاها اشر یا آخر که خورده شود آصف تا الخا و جمع میشن به سوی تو به های الخا و باشن برای تو ولاهم و برای آنها لأخلا برای خوردن، یعنی غذا هم اینجا آورد نوخ غذا. یه سه جالب من اینجا میخوندم، حالا البته اینجا نمیگه، یه سه جالب خوندم که میگفت از هر غذایی نوخ فقط یه مقدار کم آورد، بعد اینقدر براخا توش میومده که میومده به اونا غذا میداد. آخه ببینید آخه عقلانی هم بخوایم بسنجیم همچین کشتی شما بخواید غذای یه فیلا یه روز جور کنی چقدر باید غذا باشه؟ خیلیه، خب 100% معجزه بوده، درسته؟ بنابراین معجزه بوده دیگه، بنابراین این که میگه میکل معخال اشر یه آخل، ببینید اشر یه آخل یه جا خوندم که توضیحش اینه که عشر یا آخر گفتیم تو اینجا هستن، عشر یا آخر ها یعنی همون چیزی که بخوره، میفهمیش میگم یعنی یه وعده اینجوری برداشت میشه عشر یا آخر، درسته؟ پس این که میگه عشر یا آخر ما یاد میگیریم که یه مقدار کمی غذا آورد و همش دیگه معجزه بوده، درست؟ رو موبایلی کسی ها نمیشه دید آقای نیشان، گفتیم تا حالا چند بار نه آقای نیشان. ادامه 22 تورا و یا اس نو وقت و از و انجام داد نو وقت که خول اشد سیوا و تو هر آنچه که دستور داد اون را الهیم خداوند کن آسا همین گونه انجام داد، یعنی نو وقت بدون این که کم بکنه از دستورات خدا هرچی خدا گفته بودا نو وقت اجرا کرد. و از نو وقت راشی 22 و از نو وقت صفحه بعد ز بینین حتبا، اینجا منظور ساخت کشتیه، یعنی هر چیزی ها که گفت خدا یعنی برو کشتی بساز نو وقت گوش داد. خب بریم فصل هفتم شنی بعد دست فرنا بود سراش هم کمکش میکردم نمیدونم و یومر حتما دست فرنا و یومر ادونای لنو وقت خیلی خوبه آلف و یومر دارید همه بالا شنی و یومر ادونای لنو وقت و گفت خداوند به نو وقت بو عطا بیا تو به خل به تخا و تمام افراد خانوادت ال حتبا به کشتی. پس 120 سال الان گذشت، الان وقتشه که وارد کشتی بشن. پس ویومه و گفت خداوند لنو وقت به نو وقت بو بیا اتا تو به خل به تخا و تمام خانه ات
یا خانوادت الهتوا به کشتی که اوتخا زیرا تو را رایتی دیدم صدیق صدیق لفانای جلوی من بدور هزه در این دوره. یعنی خدا ببینید به نوح میگه که آقا برو سوار کشتی شو چون من تو را فقط صدیق دیدم. خب اینجا همون چیزی که قبلا خوندیم گفتیم اول کار خدا به نوح میگه صدیق تامیم تمام دورو، الان میگه نه صدیق کامل پیریا، اینجا میگه صدیق دیدم تو هستی. که چی یاد گرفتیم اول کار گفتیم آقا اینشا چی گفتیم اول نوح که چرا خدا خدا میخواسته اینه نبردش بالا، مثلا ما قانون داری که آدم جلو خودش نه آدم ترفیق سیر بگیره. آفرین. وقت نوح هم برای همین نایمت جلو خودش بگیه نه خوابش نه هیچ بس بفهم ببینید الان اینجا که میان میگه که صدیقی بوده صدیقی کامل بوده، یعنی اون موقع در باره نوح بوده همونی که گفت سوم شخص خدا پشت نوح میگه صدیق کامل. الان چی میگه؟ الان داره میگه دوره خودی، الان دیگه نمیگه صدیق شخص خودش میگه دیگه نمیگه صدیق کامل میگه، نمیگه صدیق کامل میگه صدیق دیدم تو هستی. اوکی دوره هزش هم توش خیلی حرفه بله ببینیم باشه. نه اینا قبلا خوندیم فهمیدید؟ پس آقای علیشا پس اینجا میگه من دیدم تو را صدیق، نمیگه صدیق کامل. از اون یاد میگیریم که آدم وقتی تعریف یکی رو میخواد بکنه جلوش کامل همه تعریفا رو نگه، پشت سرش ولی بگه مثلا عریه آقا عریه الان شما صدیقی، ولی پشت سر مثلا میگه آدم صدیق کامله خیلی کار درست عالیه نمره 20. متوجه؟ پس پشت سر همه خوبیا رو آدم میگه ولی جلوش نه، جلوش نه وضعیات آدم جلوش تعریفش رو بکنه. خب ادامه آلف راشی رایتا صدیق رایتا رایتی صدیق دیدم صدیق ولون مر صدیق تامیم و نگفته صدیق کامل. میکان از اینجا شعمریم که میگن میخصد یه مقداری شیمخو تحسین آدم و بفاناب جلوش و کولو و همیشه شنو بفاناب نه جلوش. متوجه؟ یعنی یه مقدار تعریفا جلو آدم میگن ولی همه را نه، همه را پشت سر میگن. بت تورا بالا بت تورا میکول هبه ما هته هورا خدا میگه از تمامه بهایم تهورا پاک تیغخ میخواه بگیه برای خودت. ما از اینجا یاد میگیریم که نوح تورا را بلد بوده، چون بین بهما تهورا و تمعا توراست که تعیین میکنه چه تهورا چه تمعاست. پس از اینجا یاد میگیریم که نوح تورا را بلد بوده. میکال ها بهما پس از تمامه میکال ها بهما از تمامه بهما بهایم تهورا پاک تیغخ میخواه بگیر برای خودت شیم آ شیم آ هفت هفت یعنی هفت جفت ایش و ایشتو مرد و زن امین ها به هما و از چارپای کشه لوت هوراهی که تاهور نیست شنه ایم دوتا ایش و ایشتو زن و شوهرش هفتم میرسه. خب اولا اینجا یه ایراد جارا شارا نخیم زودتر بیاد آقا آی یه سوال اینجاست بیا نه نه هفت هفت جفت کتاب هفت جفت یعنی چهارده هفت تا مذکر هفت تا مؤنث درست. چی شد؟ ویلکام ویلکام تو کلاس ویلکام تو هوم آی بچ نایس تو میت یو مای تیچر به تمام میگه کتاب اینجا به تمام به تمام ادامه ادامه ادامه. پس خدا چی گفت؟ ببینید این پاسخ را هر کدوم یه نگاه بندازید شما چه سوالایی براتون پیش میاد تو این سوال؟ چرا نمیگه هفت جفت خشن؟ چرا میگه هفت هفت؟ خب یه سوال اولا چرا حیوانات حلال گوشت هفت جفت؟ دیگه چه سوالی براتون پیش میاد؟ هفت هفت چرا؟ نه همونه منظورش. چرا اصلا هفت؟ میگه اشر دوت اون که لفظ منفی نمیاد. آفر اشر اضافه نمیگه. یه سوالی که خیلی نه اشر لازمه. ببینید یه سوالی که پیش میاد اینه که چرا تو تورا نمیگه بهما تمعا، میگه بهمایی که طاهر نیست. ببینیم راشی هتهورا بت بعد بت هتهورا راشی
خودت ازم حتی به من لکتارا به من نه بابا نه این چیه لکتارا حتی هورا ادامه حتی دا یه بچه هم یه بار رفته بود در انسازی اولین بارش بود بعد یکی برام تعریف میکرد یه بار اولین بارش بود رفته بود در انسازی و اینا میره جلو آینه وای میسته همچون یه چی میگم فیگول میگه آره رسمه رسمه آره رسمه ادامه بت حتی هورا حتی هورا بت ساکت بیا تو بحث ازم خدا دستور میده خدا دستور میده به نوبه خوش بدید آقا بچه ها ساکت خدا دستور میده به نوبه که هفت جفت از حیوانات حلال گوش و یه جفت از حیوانات که حلال گوش نیستن. خب حالا ما اینجا که گفته تهورا، خب نوخ از کجا میدونست این حیوانه تهوره این تام است؟ خب از کجا یاد میگرفت؟ تورا را بلده. اینا اینجا میگه بت ها تهورا، تهورا یعنی پاک. ها اتیدا در آینده لیهیو تهورا خواهد بود پاک نه اسرائیل برای اسرائیل. لامدنو یاد میگیریم شلامد نوخ که یاد گرفته بود نوخ تورا را. پس اگه پرسیدیم نوخ از کجا بلد بوده از کجا میدونست که چه حیوانی طاهره چه حیوانی طاهر نیست از اینجایی که تو تورا میگه که تهورا را انتخاب کرد خب تهورا میدونسته تهورا کدوم بوده خب شیوا شیوا هفتا هفتا یعنی دو جفت کدش یقریف مهم سوال آیسخا به خاطر اینکه تقدیم کنه از اونها قربانی قربان به ستو در خارج شدنش یعنی اگه آقایمون پرسیدیم چرا نوخ حیوانات حلال گوشتا هفت جفت اومد به خاطر اینکه وقتی از کشتی اومد بیرون شش جفته چه تقدیم کرد قربانی کرد درست اینجوری خدا دستور میده دستور خدا بوده که شش جفتش هم یاد داد در خاطر شش روزی که تو هفته است یا روز بیشتر نمیدونم شاید آفرین شاید یعنی خوبه شاید گیمل گیمل تورا جان خب ببینید اینجا گفتم خدمتتون نمیاد تو تورا بگه که حیواناتی که تامه هستند و اوورد با خودش میگه حیواناتی که طاهر نیستن چرا آقایمون چرا نمیاد تو تورا بگه حیوانات تامه میگه حیوانات که طاهر نبودن تورا میاد اضافه میکنه که لفظ باب تو زبونش به کار تو تورا به کار برده نشه بنابراین میاد و به جای اینکه بگه حیوانات تامه میگه حیوانی که طاهر نیست خب یه نکته خیلی مهم بگم خدمتتون را عزیزان ببینید تو گمارای شبات گمارا شبات ذکر میکنه که اگر کسی زخوت داشته باشه مثل موشه بن عمران بالاتر موشه ربنو که نداریم بچه با هم حرف نزنید عزیزان گمارا تو گمارا شبات میگه که کسی که حرف دو پهلو به زبون بیاره نوولپه به زبون بیاره حتی اگر زخوتش مثل موشه ربنو باشه از دین گهینام نجات پیدا نمی کنه دیگه ببینید دیگه چه زبون خیلی مهمه حرفای دو پهلو حرفای رکیک حرفای بد به زبون آوردن غیر ممکنه که حتی آدم زخوتش هم مثل موشه ربنو باشه دور از اون گهینام هم میبره مواظب باشید همیشه مواظب باشید که همیشه زبونتون به خوبی بگذره همه دینی که برای آدم میاد و سختی های زندگی به خاطر زبونشه اینا تو گمارا میگه هر بلایی که برید بیرون از نه 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 هر بلایی که هر بلایی که دور از اون سر آدمه بگذره از کلاس نگه 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 بیا اینجا ازدان دور از جون هر بلایی که سر آدم میاد همش به خاطر زبانه اینه که تو گمارا میگه تخیم به همامت باید تلاشون زندگی و مرگ به زبانه خیلی زبون مهمه چی زندگی؟ چی؟ زندگی و مرگ به زبون آدمه میتونه آدم زبونش رو نگه داره عمرش طولانیه میتونه زبونش رو دور از جون چیز کنه و بعدی میاد براش دور از جون ادامه اینا بگم خدمتتون ببینید کسی که چشمش رو پاک نگه داره زبونش هم پاک نگه داره مطمئن باشید این درجهش تو این دوره از یوسف صدیق هم بالاتر میره زبون و چشم تو این دوره کسی نگه داره این درجهش میتونه از یوسف صدیق هم بالاتر بره ادامه گم معوف هشامنیم گیمل بالا تورا گم همچنین معوف هشامنیم از پرنده آسمون
شیوا شیوا زخارون قوا هفت هفت یعنی هفت جفت زخارون قوا مذکر و مؤنث خب لخیوت زرع برای اینکه زنده نگه داره زرع نسل نسل الپنه کلهارس بر روی سطح تمام زمین یعنی پرنده ها هم باید زنده میموندن دیگه درسته حالا ممکنه بگید خب پرنده ها که تو آسمونه پرنده تو آسمون که نمیتونه تو آسمون بمونه یک سال طوفان بوده بالاخره باید یه جا میرفته استراحت میکرده اینجوریه حتی نوشته که تا بالاترین کوه هم رو قله شاب اومده آفرین حالا میرسه میدا نگفته که هفتای طهور راشی گمه و فشامایی مگمر گیمل پایین راشی گمه و فشامایی مگمر تهوریم حکاتوف مدبر در مورد پرندگان تهور تورا صحبت میکنه ولامت ساتوم و یاد داده به صورت سربست مین همه فراش از چیزی که واضح گفته یعنی لازم نبود که دیگه تو تورا اینا بگه یه بار گفت وقتی که هفتا تهوره اینجا هم هفتا منظور هفتا تهور هفته ولا ولامد و یاد گرفته ساتون به صورت سربست مین همه فراش از چیزی که توضیح داده پس آقای نیشا اگه سوال پرسیدیم که چرا تو تورا نیامده بگه پرنده های حلال گوش چون که از قبلیه میتونیم یاد بگیریم هفت تا قبلیه که گفته حیوانات حلال گوش با از اینجا میتونیم یاد بگیریم که هفت تا منظور هفت تا پرندگان حلال گوش بله شش تاشو قربانی میکنه وقتی از کشتی میان پایین شش تاشو هفت جفت میاد که شش جفتشو قربانی میکنه میمونه که زاد و ولد کنه که نسلش بمونه دیگه خود کی گفتیم دیگه تو کشتی غذا برد غذا به اندازه همه حیوانات و خودش غذا برد تو گفتیم معجزه بود البته یه مقداری میبره که اینا توش براخا میاد یعنی هفت جفت اندازه کل آدم کشتی جواب داده نمیفهمم قربانی کردن که بخورن که قربانی کرد برا خدا سوزون خاکستر هفت جفت یعنی مثلا یه جفت گاو یه جفت گوسفند یه جفت بله بله اینا نژادها مختلفه دیگه بز فرق داره با گوسفند مگه ندیدی یعنی 14 تا بز 14 تا گاو یا همشون با هم 14 گوسفند و گاو و بز هر کدوم هفت جفت آها هر کدوم هفت جفت بعد قوچ چی میشه بوده قوچ به گوسفندی که پیر میشه میگن قوچ یا میشه اول قوچ شاخش این طوریه آره خب یه جنه دیگه یه جنه پس مهیلا یعنی الان شد از هر حیبون حلال گوش هفت جفت دقیقا خیوت هم برده مثلا زرافه و آب و اینا نه 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 فقط میگه بهمات هورا نمیگه خیات هورا اون یه جفت میبرید آه یه جفت میبرید بچه با هم حرف نزنید عزیزم با هم حرف نزنید ادامه مهیجا بله همه فهمیدن؟ لفظ لوتاخور برای یه جفت خب اونم منظوره نه اینا گفته بهما بهمات هورا اونا که قربانی نمیشده آه و زرافه و اینا هورا را بلد بوده تورا چه خام حالا میخونیم جلو سن گوش بده این دانی اذیت نکنید امو نه ادامه دستور میده دیگه دستور تو خدا بوده که اینا رابطه یه زناشویی نداشته باشن تو کشتی حتی حیوونا حیوونا سه تاشون داشتن کلاغ و مجبور بودن جلو غریزشون رو کلاغ و سگ و خامم پسر سوم نوبخت داشته رابطه یه زناشویی اینا مجازات میشن خام سیاپوس میشن کلاغ کلاغ میگن البته نمیدونم از نظر علمی چی جوریه زبونشون خوشگل کلاغ میگن نطفش از دهنش میاد البته از نظر علمی اثبات نشده و سگ هم میگن وقتی جفتگیری میکنه خیلی درد میکشه و گیر میکنه یعنی قفل میشه متوجه اینا به خاطر هم مجازاتشونه که تو کشتی نو وقت اومدن و رابطه زناشویی داشتن درست خب باید دیر اومدید گفتیم کشتی نوبخت به خاطر اینکه مردم تو سر بودن کل دنیا تو سره نمیشده که اینا مثلا تو کشتی خوشخوشانشون باشه درست خب بازم با این وجود ما در مورد یوسف هم میبینیم یوسف وقتی که دوری سیری بوده منشه و افرایما به دنیا میاره وقتی قحطی بوده منشه و نمیاد دیگه بچه‌ای به دنیا بیاره درست مورد ما یا هم میبینیم
دوره شلومون که ماهی میگیره بخوره، بعد ماهی میگه چرا ما باید بی صاحب باشیم، شلومون میگه شما تو دور رو وقتی همه در زجر رو از بودن شما خوشتون بود. آفرین آقا هر یه توضیح بدید پلاس آفرین نرسید آفرین. ببینید یه بار بگید آقا هر یه چه اتفاق میفته تو رستوران گوش بدید درباره شلومون حمله. بله داشتن ماهی سرو میکردن، بعد شلومو صدا زجه ماهی ها رو میفهمه، چون زبون حیوان ها رو بلد بوده شلومو حمله. بله بهشون میگه دانی میبیرم از زبون چرا دارید گریه میکنید، اینا میگن که چرا ما باید صاحب و بی آز... یعنی حفقر باشیم بی صاحب باشیم. بعد شلومو میگه شما به وجود اومدید که خورده بشید، اینا میگن خب چرا ما صاحب نداریم، میگه چون اون موقعی که همه در زجر و سختی بودن شما راحت بودید دوره این. آفرین ادامه. خب دالت تورا کیل یامیم اون، اینجا خیلی جالبه. ببینید پس ما گفتیم چند سال کشتی نو وقت طول کشید؟ 120 سال. 120 سال که میگذره 7 روز دیگه خدا فرصت میده. این 7 روزه چرا فرصت میده خدا؟ کی میتونه بگه؟ یکی فرصت میده به دنیا که بعد طوفان بیاد. ببینید 120 سال با 7 روز، این 7 روز آفرین، این 7 روزه متوشلخ از دنیا رفته بوده. گفتیم بیشترین عمری که تو تورا میگه در مورد متوشلخ بوده 900 هزار سال، کسی عمر نکرده 969 سال متوشلخ زندگی میکنه و این متوشلخ صدیق هم بوده. صادق بوده وقتی از دنیا میره 7 روز خدا به خاطر احترام متوشلخ صبر میکنه. و جالب اینجاست که حالا میخونیم این 7 روزه خورشید برعکس غروب و طلوع میکرده، یعنی دنیا به هم ریخته بوده، به جای اینکه از شرق بیاد طلوع بکنه از غرب طلوع میکرده که مردم بفهمن. درست. حالا ممکنه بگید مگه امکان داره همچین چیزی؟ حالا جلوتر که میخونیم میفهمیم اصلا تموم کهکشان و دنیا و زمین به هم میریزه. ببینیم ببینیم کیل یامیم اوت کیل یامیم اوت زیرا ایام دیگر شیوا، یعنی 7 روز ایام دیگر، 7 روز دیگه، یعنی چی؟ اینجوری بنویسید کیل یامیم اوت شیوا زیرا 7 روز دیگه آنو خیمن ممتیر باران خواهم باراند. ممتیر یعنی لفظ بارون، بارون میاد. اگه طوفان نبوده چرا میگه خدا بارون میبارونه؟ کی میتونه بگه؟ از بارون شروع میشه که طوفان، به خاطر اینکه اول بارون میاد بازم خدا فرصت تشوبا میده، بازم بارون بوده که شاید تشوبا بکنن، تشوبا نکردن طوفان شد. پس یه بار دیگه فهمیدید آقای ما؟ از اون 7 روزه بارون میومده. نه بعدش، بعد 7 روز کیل یامیم اوت بذارید میرسه کیل یامیم اوت شیم آزی را 7 روزه دیگه آنوخی من ممتیر بارون میبارن آنم الهارس بر زمین اربعیم یوم 40 روز اون ارباس اربعیم میشه 40 اربعیم یوم 40 روز و اربعیم لایلا و 40 شب یعنی 40 شبانه روز بارون میومده. اوما خیتی و محو خواهم کرد ات کل حیقوم هر حیقوم یعنی هر هر جنبنده ای هر یقوما یعنی هر چیزی که جون داشته باشه هر جاندار. هر جانداری از شعر آسیتی جاندار. که درست کردن معل پنه ها آدم ها از روی سطح زمین. پس اگه دقت بکنیم 40 روز اول بارون میاد، اول بارونه براخا هم بوده، بارونه خوب بوده که شاید تشوبا بکنن 40 شبانه روز. ببینیم راشی کیلا یامیم اوت شیوا صفحه قبل بنویسید از من کیل یامیم اوت. بله ببینیم میرسیم کیل یامیم اوت شیوا بنویسید از من ایلو شیوا یمه اولو این است 7 روز ایام عزاداری متوشلخ صدیق. درسته؟ پس 7 روزه خوندیم قبلا کیه نو وقت میشود آره قبلانی پس ایلو اینا هستن 7 روزه عزاداری متوشلخ صدیق خاص پدر بزرگش. آفرین کی گفت؟ الداد سعیدمو اول گفت آفرین. خاص حقادش باروخو، خاص یعنی رحم کرد یا شفقت کرد حقادش باروخو الکبودو بر احترامش و ایکه و تپورانوت و ایکه و معتل کرد تپورانوتون بلاهارا. پس چرا 7 روز خدا صبر کرد؟ به خاطر احترام متوشلخ. سه و خشوب
خارج شو و حساب کن شنوتاو ایام سالهای متوشلخ را و تیم ساشهم و یافت میشه که اونها کالیم تمام شدن بیشنت در سال تر، در سال تر میشه همون سال 600. شانا 600 سالگی خیه نووخ، زندگی نووخ. گفتیم طوفان نووخ چه سنی بود نووخ که اومد؟ 600 سالش بود. 600 سالگی نووخ هم متوشلخ از دنیا رفت. 600 سالگی نووخ متوشلخ از دنیا رفت در چه سنی؟ 969 سال. بزرگی 369 سالش بزرگتر بود. بله. آره دیگه ببینید متوشلخ 187 سالش که بوده لیمخ ها به دنیا میاره، لیمخ 582 سالش که بوده نوه ها به دنیا میاره، 369 سال. آفرین آفرین آقا ابراهام تلفن کلک آباد. آفرین آفرین. ادامه خب بریم ادامه راشی کیل یامیم اود صفحه 52، صفحه 52 کیل یامیم اود راشی صفحه بعد کلا یامیم اوت دارید؟ بله. زمن اخر مهو اوت یعنی چی دیگر؟ مهو اوت یعنی چی اوت دیگر؟ زمن اخر زمن زمان بعد از زمان. ز نصف این اضافه شد ال اسریم معاو اسریم یعنی بر 120 سال مهلت. پس این 7 روزه اضافه 120 سال بود، یعنی 120 سال به اضافه 7 روزه عزاداری متوشلخ. 120 سال. یه دلیل دیگه هم که میتونه داشته باشه، چون متوشلخ میگه صدیق بوده، میاد منتظر وای میسه که خدا این بمیره تموم شه که مردم نیان بگن که این از طوفان بود. بله آفرین. در با این یوم 40 روز، چرا 40 روز بارون اومد؟ 40 نشونه چیه؟ نشونه یه دیگه اون موقعی که هنو شربنو نبودن یه سیرت حوالا. آفرین. ببینیم شما چی میخواستید بگیرم شدون؟ اگه میگه که آدم وقتی که میتونی چهل که مطمئن میشه چی مطمئن میشه؟ چله چی مطمئن میشه؟ دیگه صد در صد دیگه توفان دیگه میبین. بله بله. چه ربطی داره از من؟ نه خیلی ربطی داره. بگید اصلا ذهنی چه حرفش گیرا نه دارید چرت میگید درست بگید اربایمیوم چیه گوش بدید چنگه در مقابله در مقابله یه سیرت حوانات ببینید چقدر طول میکشه که بچه بسته بشه نطفش و دیگه تموم بشه تعیین جنسیت چرت درست اربایم یوم یه سیرت حوالات گوش بدید تولد والاد جنین والاد شقیل قلو که خرابکاری کردن نهتریخ نیوترام نهتریخ که به زحمت انداختن نیوترام قادرشون لاسور که شکل درست کنه سوروت شکل‌های ممزریم حرومزاده ها یعنی ببینید گفتیم سه تا گناه کبیره می‌کردن دیگه بت پرستی زنا و اعمال منافقت دزدی هم بوده خب میگه این اعمال منافی فضا که انجام میدادن خب چه روز طول میکشیده بچه شکل بگیره خب اینا حلال زاده نبودن دیگه پس 40 روز هم بارون میاد درست شد 40 روز طول میکشه که البته میدونید از نظر علمی امروزه این مورد تایید نیست از نظر علمی امروزه وقتی که نطفه بسته میشه خب یعنی اون لقاح اتفاق میفته همون ثانیه جنسیت همه چی اون بچه تعیین میشه البته تو گمارا میگه 40 روز طول میکشه ولی علم امروز میگه همون موقع کروموزوم های مثلا وای و ایکس که با هم لقاح میشن همون موقع تعیین جنسیت و همه اتفاق میفته این با علم تناقض داره ولی خب حالا چیه شاید میگم من یه سوال دارم پیش خیلی مفصل بفرمایید چرا انقدر اثر رو عدد 40 تو همه جا تعیین شده نمیدونم ندامه و یا اصل نو وقت هی تورا حالا آیا از نو وقت که خل اشر سیواهو ادونای و انجام داد نو وقت که خل اشر سیواهو تمام اون چیزی که دستور داد خداوند بیاد سرشو میارم تمام اون چیزایی که دستور میره الان خوب میشه بشینید میاد الان پای تمام چیزایی که دستور داد به اون خداوند خوب شد یا بره بالا سر باد میزنه هنوز نه نه پس چی شد؟ نووخ همه دستوری که خدا میده را میاد و انجام میده ببینیم و یه از نووخ راشی هه. زه بیاتوالته و این آمدنش به کشتیه یعنی حرف خدا را گوش کرد یعنی شکار کرد اومد تو کشتی و یه از
نوخ زو بیاتو این آمدنش وارد شدنش لطوا به کشتیه. خب بریم زعیم بالا. کتاب هم خط نکشید ها. زعیم واب و یا با نوخ و آمد نوخ اووانا و فرزندانش و ایشتو و همسرش اون شبانا و زن فرزندانش عروساش ایتو همراه اون الهتوا بکشتی میپنه به خاطر اینکه به خاطر مهربون طوفان. خب اینجا ببینید میگه به خاطر طوفان رفتن تو کشتی، نمیگه به خاطر دستور خدا. دقت کردید؟ میگه به خاطر طوفان رفتن تو کشتی. اه کی نوبه؟ بله بعد میگفت چی؟ بعد میگفت به خاطر دستور خدا رفت تو کشتی. ببینیم زین زین راشی نوبخ و بانا نوبخ و فرزندانش ها هناشیم لود مردا را جداگونه میگه و هناشیم لود زنها هم جداگونه میگه. لفی به خاطر اینکه شنه سرو آسور شده بودن به تشمیش همیتا به رابطه زناشویی میپنه شهاولام به خاطر اینکه دنیا های شاروی به سر میبرد تو سختی. بس اینا دوباره تاکید میکنه میگه از اونجایی که زن و مرد جدا میشماره یعنی رابطه زناشویی مجاز نبوده. حالا اینجا برگفتیم به خاطر طوفان رفت تو کشتی. ببینیم میپنه مهم عبور سوالا میفهمید آقایمون و میگفت به دستور خدا رفت نه به خاطر طوفان. میپنه مهم عبور اف نووخ اینجا جالبه همچنین نووخ هم میقتنه امانا کمبود ایمان داشته. نووخ معمین و اینو معمین گوش بدید عزیزم گوش بدید معمین و اینو معمین ایمان داشته و اینو معمین و ایمان نداشته. شیاوه هم عبول که طوفان میاد ولونیخ نس موارد نشد لطوا به کشتی عد شدخاقوهو تا اینکه فشار وارد کردن بهش یعنی چی؟ اون بر شما بشینید میشه هم نشینید تا اینکه فشار بهش وارد کردن چی شد؟ ببینید نوبخ اگه یادتون باشه ما گفتیم اگه تو دوره ابراهام بود طبقه یه نظر اصلا آدم صدیقی حساب نمیشد. درسته؟ چرا؟ یه دلیلش اینه، یه دلیلش رو گفتیم چون ابراهام مردم دوره را به تشوه آورد ولی نوبخ این کارا نکرد. نوبخ فقط به فکر خودش بود، نه اومد مردم را به راه تشوه بیاره. ببینید اگه یادتون باشه ما توضیح دادیم از اول کار خوندیم که میگه نوبخ تو دوره خودش صدیق بوده. دو تا نظر وجود داشت. یه نظر میگفت اگه تو دوره ابراهام بود صدیق حساب نمیشد در مقابل ابراهام. یه نظر هم گفتیم نه اگه تو دوره ابراهام هم بود صدیق حساب میشد. خب حالا چرا بعضی عقیده دارن اگه نوبخ تو دوره ابراهام بود صدیق نمیشد؟ به خاطر ایمان کم. یه توضیحش ایمانش کم بود چون نوبخ هنوز شک داشت که طوفان میاد یا نه. بعد وقتی طوفان بهش فشار آورد پرید تو کشتی. این یه توضیح. و یه توضیح دیگه این که چی؟ چرا خودش پس میشه؟ میساخت دیگه، دستور خدا رو انجام داد ولی هنوز شک داشت، ایمان کامل نبوده. یه توضیح دیگه این که ابراهام مردم دوره را به خدا پرستی دعوت میکرد ولی نوبخ نه، نوبخ نمیومد مردم را تشویق کنه به خدا پرستی. به خاطر همین حالا میخونیم جلوتر نوبخ یه جریمه هایی شد. کی میتونه بگه جریمش چی بود؟ بچه هاش اومدن نه یکیشون میشل نه میشلی نوبخ آفره نوبخ وقتی که میره به شیرا و خرسا و اینا میخواسته قضا بده چند بار بهش حمله میکنن حسابشو میرسن. به خاطر همین کمبود ایمانش که نرفت نمیگه رفت سوار کشتی شد به خاطر دستور خدا، میگه رفت سوار کشتی شد به خاطر طوفان. یعنی جز انو ایمانش انو 100% کامل نبود که اینجا جریمه شد. حالا جلوتر داریم فهمیدید؟ زنا و اینا چه شکلی جریمه شد؟ نه میخونیم حالا بذارید به جاش که میرسیم بیشتر توضیح نه. من فقط یه اشاره کوچک میکنم که ادامه را بگم. جان زن و اینا جریمه نشدن، زناشون که اونا هم خب به خاطر طوفان اومدن کشت جریمه نشدن. ببینیم جلوتر بریم آقا ادامه در با تایی محیلا گوش بدید عزیزم گوش بده آقا ادامه گوش بدید عزیزم
گوش بده. گلگاد اینا هم دادی. خب ادامه. من هر کاری بکنم چی باید بکنه. تت تتیم یا خت تت شنایم شنایم باو النوبخ جفت جفت آمد خت مین هبه ما از چارپای حته هورا پاک و مین هبه ما و از چارپای کشر انینا تهورا که پاک نیست و مین ها اوف و از پرندگان خل اشر رومن سالها ادما و هر خزندهی که میخزه بروی زمین. پس خزندگان، پرندگان، حیوانات حلالگوشت، حیوانات غیر حلالگوشت همه همه وارد کشتی شدن. تت شنایم شنایم جفت جفت اونجا گفت لو اینجا گفت اینه شنایم شن... جان فرق نمیخونه یکیه شما الان دارید میگید که هفت جفت از حیوانات حلالگوشت بروش بعد چطوری مثلا نسل خیلی از هیدونایی که بر نداشت نجات بیده کنه جفت اونا رو میاره دیگه یه جفت میان از اونا مثلا خرس یه خرسه ماده یه خرسه نر شیر یه خرسه نر یه خرسه ماده بله آره دیگه جفت جفت اومدن اینا همشون دیگه درست نمیدونم سوالتون قشنگه آیا از هر نژاد بوده یا یکیشو میاره بعد نژادو تشکیل میشه نمیدونم سوال خوبیه آفرین چه سوال قشنگه سوالشون رو میفهمید ببینید مثلا ما الان چندین نژاد سگ داریم خب آیا هر نژادی آورد یا هر کدوم از این سگا رو آورد بعد نژاد تشکیل میشه نمیدونم سوال خیلی قشنگه آفرین آقا نشان ادامه دیشب نشان معلومی از رو چه بالشتی بلند شده الان امروز خوب بود تو کرد ادامه ادامه تت پس شنایم 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 یعنی جفت جفت بیاد این پشت باو النوخ اومدن پیش نوخ الهتوا به کشتی زخار اون قوا مذکر و مؤنث کشت سبا الهی همانطور که دستور داد خداوند ات نوخ به نوخ پس جفت جفت اومدن تو کشتی کیا اومدن؟ اینا که خطا نکرده بودن ساکت تت راشی شنه اینطوری که کراس ادام تز آقای بیافتون تز شنایم شنایم کولام هوشو به منیانزه کولام همشون هوشو برابر بودن به منیانزه با این شمارش مین هپا خود از حداقل هایو شنایم دوتا بودن یه جفت بودن با اول نوخ معلهم خود به خود یعنی خودشون اومدن نوخ نیومد به زور بیاردشون مثلا ما بچه بودیم برنامه کودک نوخ رو نشون میداد که نوخ نشون میداد که نوخ داره به زور حیوانا رو میکشونه بیان در صورت که اینجوری نبوده خود حیوانا خودشون میان تو کشتی خود به خود درست اوکی ادامه یود و هی لشیوت حیامیم وحی و بود نشیوت حیامیم در انتهای هفت روز اومه همبول و توفان هایو الهارس بود بر روی زمین درست؟ پس کشتی توفان اومد خب یود آلف بیشنت بعد هفت روز توفان اومد دیگه توفان شروع شد بیشنت شش میاد بله اول بارون میاد بعد چه بله روز هفت روز بارون شروع بله هفت روز بارون شروع بله ادامه هفت روز به یاد چی هفت روز اولوته متوشلخ بله یود آلف یه سینات حوالات ما هلا زنش یود آلف بیشنت بچا ضبط میشه از زن بیشنت بیشنت اگه دیگه حرف زدید بچا استاپ میکنم بیشنت بیشنت در سال شش مئوت در 600 سالگی لخیه نوخ
زندگی نو وقت به خودش هشنی در ماه دوم به شیوا آثاریوم در 17 ماه بیام هزه در این روز نیوقه او شکافته شدن کل معینات تمام چشمه ها تهم ربا لجه زیاد و عروبوت بعد از زمه هی وسط حرف من نپرید اگه توضیح ندادم اون موقع بپرسید اوکی. لجه ربا زیاد و عروبوت هشمعیم و دریچه های آسمان نفتاخ و باز شدن. ببینید میگه ماه دوم. ماه دوم یعنی چی؟ اینا من بگم خدمتتون که این که ما میگیم نیسان، ایار، سیوان، تموز، آب، الول، اینا تو تورا گفته نشده، اینا من درآوردیه. درست؟ تو تورا فقط ماها را به شمارش شمرده، مثلا ماه اول، ماه دوم. بعد خب ماه اول تورا چیه؟ این اختلاف نظره. بعضی ها میگن ماه اول تورا نیسانه، بعضی ها میگن ماه اول تورا تشریه. درست؟ ما گوش بده ما پس یه بار دیگه ما عقیده داریم که تو تورا که میگه ماه اول، یه نظر عقیده داره که ماه اول تورا بنویسید نیسانه، یه نظر میگه ماه اول تورا تشریه. ما تقویممون تشریه ماه اول، درست، ولی تو تورا یه اختلاف نظر هست. تو تورا معمولا نیسانه ماه اولش. جایش گفته سریم چیا؟ سریحا گفتی که ما اول تورا نیستیم. تو گمارا این اختلاف نظره بین تناییمه. ببینیم یود آلف راشی. خب بعد اینجا جالبه، ببینید 17 همه ماه دوم این طوفان اومد. ببینید میگه تموم چشمه ها باز شدن، این چشمه ها نبوده. ببینید میگه تموم چشمه ها باز شدن، ولی وقتی بسته شدن میگه چشمه ها بسته شدن، نمیگه همه چشمه ها. ما از جایی یاد میگیریم این چشمه هایی که الان هست ما دوره نوبخت بوده، چشمه آب گرم، درست؟ این چشمه هایی که الان هست مال دوره نوبخت. بعد هم لجه، لجه هم اگر دوتون باشه گفتیم عمیق‌ترین جای دریا را میگن لجه، یا بعضی ها میگن همون قسمت پایینه به تمیق داشت که داری تمیلخ اومد داشت حرف میکرد که پایه ها را بذاره، گفت من را تکون نده، تکونش داد، آب داشت میومد بالا. یه منبع آبیه که میتونه دنیا را آب فرا بگیره، یعنی چگالی خیلی بالایی داره، ممکنه یک اندازه مثلا یه لیوان آب باشه ولی چگالی داره که کل دنیا رو میتونه آب فرا بگیره. درست؟ خب تو طوفان نوح گرفت که الان دیگه نه. خب چه اتفاقی افتاد؟ تو دوره نوح گرفت. خب و همچنین میگه دریچه های آسمون. ببینید دریچه های آسمون یعنی چی؟ ما ابر رو تو آسمون میبینیم، یعنی علاوه بر اینکه از ابر بارون میومد، آسمون هم مثل یه دهنی باز کرده بود، آب میریخ رو زمین. خب بعد کل دنیا رو آب میگرفت که کل دنیا خیلی بزرگه. ببینید چقدر باید آب باشه که کل دنیا رو آب بگیره. پس از دریچه های آسمون، از ابرا، از زیر زمین، از لجه، از چشمه ها همه آب فورا میزد بالا. آب معمولی هم نبود، آب جوشان و گوگرد. گوگرد یعنی آبی بوده که اسیدی بوده و همه رو از بین میبره. درسته؟ خب ببینیم ادامه. یه سوال، اول 7 روزه است بعد 40 روزه؟ بله. یا اول 40 روز 120 سال 7 روز استاپ، 120 40 روز بارون، بعد 40 روز این اتفاقا میفته. ببین یه سوال، چه اتفاقی؟ مگه شما آسمون باز میشه، چشمه ها همه باز میشن، از لجه از همه جا آب میریزه رو زمین. مگه ما نمیگیم که فقط همین لجه که زیر زمین جوشه، اینقدر چه داری داره که میتونه خود دنیا رو فرا بگیره؟ بله. پس چه لزومی داشته از جایی دیگه؟ خدا کاری کرد که همه جا ضربه بزنن دیگه، همه اینا باز شده، همه بعد همه چی به هم ریخته بود. حالا میگم خدمتتون، حتی شب و روز هم به هم ریخته بود. حالا میخونیم ادامه. به خودش هشنی در ماه دوم یود آلف راشی. ببینیم یود آلف به خودش هشنی. خب ببینید یک سال که بارون نمی اومده، یک سال تو کشتی بودن. حالا میخونه میخونه چی؟ اتاق داشتن یود آلف. آره. به خودش هشنی در ماه دوم ربی الیزر کنگد ربی الیزر عمر میفرماید زمر خشوان. این ماه خشوان بوده، از تشری میشماره، یعنی از تشری میشماره، تشری ماه اول خشوان، تشری خشوان، بعد تشری ماه دوم میشه چی؟ خشوان.
ربی یهوشوع میگه زه ایار، این ایاره، نیسان ایار. پس ماه اولا یه نظر تیشری میگیره، یه نظر نیسان که ماه دوم، یه نظر میشه خشوان، یه نظر میشه ایار. تو کل تورای مخلوقت هست که ما رو روشن شناست. خب یه جا یه نکته جالب بگم. ببینید همه ماهای عبری جشن و موعد و اینا داره، به جز خشوان، به غیر از خشوان. بخاطر این بهش میگن مر خشوان، خشوان تلخ. پس چرا به خشوان میگن خشوان تلخ؟ چون هیچ موعدی توش نیست، چون هیچ موعدی داخلش نیست. و طبق یه نظر تو شهرناخ هم تو خشوانه، به خاطر این بهش میگن مر خشوان. از نیسان بهش میگن نیسان. ایار تو شیشیه؟ آفرین. ولی مثلا بقیه ماها نه. خدا کنه. کیسلو هم که کیسلو و چیزا. کیسلو 25 کیسلو خانم خاص. بله. اوکی، ادامه. پس آیمون دو تا نظر وجود داره برای اول ماه. دو تا نظر چیه؟ مرد میگرد نیست. نه. اول ماهی که تو تورا میگه از چه ماهی شروع میشه؟ یکیش بود از نیسان، یکیش بود از تیشرین. آفرین. ادامه. ادامه راشی داره. بله، نیوغه او یعنی شکافته شدن. حالا کنید آقا بنی لوتیم مهم که بیرون میارن آبهاشونا. تهم ربا یعنی چی؟ میدا کنگت میدا. ببینید میگه لوجه ربا، ربا یعنی زیاد، میدا کنگت میدا یعنی آدم از هر دستی به دست همون دست میگیره. هم خاطه او اونها خطا کردن به ربا را عطا آدم، یعنی زیاد شد دردی انسان. ولاقو و ضربه خوردن به تهم ربا، با لوجه ربا زیاد. ببینید ربا به کار برده، ربا یعنی زیاد. چرا کلمه ربا را میگه؟ به یه دلیل، به خاطر این که میگه بدی زیادی داشتن، پس آب زیادی باید بیاد که از بینشون ببره. میدا که نگیرید، آدم هر کاری بکنه خود همونجور سرش میاره دیگه. اینا بدی زیاد بود، پس آب زیاد هم باید از بینشون میبرد. درست؟ یه لحظه به انحطوریم چیزی نداره. بله. ببینید یود بلحتوری ما، ببینید یود بلحتوری صفحه قبل، نه یود قبل، صفحه بعد، صفحه قبل یودش را ببینید. دشیوت هیامیم به گیمتریا، گیمتریا ابجدش میشه لیمه اول متوشلخ، ایام ازاداری متوشلخ، این ابجدش. کله ابجد لیمه اول متوشلخ میشه دشیوت هیامیم. واه یود الف بل هتوریم قسمت دومش، قسمت اولش چیز اینی، قسمت دومش این خیلی جالبه. قسمت دوم یود الف بل هتوریم دارید؟ قسمت دومش و عروبات هشامعیم به گیمتریا شلاقخ که گرفت شنه کخاویم دوتا ستاره یکی مارا. امروز صبح تو گمارا داشتیم، درست؟ داشتیم دیگه امروز دیگه. خدا وقتی طوفان نوح آورد دوتا ستاره یکی مارا آورد و بعد چه ستاره ای آورد و پوشون؟ عیش. گفتیم چرا با خود ستاره نمی پوشونه؟ چون خاک پر میکنه نمیتونه. آفرین. چاها که میکنیم خاکش بعد چاها را نمیتونه پر کنه، یه مقدارش میمونه. یا قطع گر سنگار نمیشه. چرا اون مثل اولش میشه؟ خاک، خاک قالب داره، اون سفته، خاک که شلو وله. نه نه عزم، نه اون میشه. این الان دستش تو کاره، آجر که نمیسازه با سازی داره میکنه. آجوری که در میاره دیگه نمیتونه. ادامه. ولی
ادامه. خب بریم یود یود بیت الف قسمت دو بگه نتیا شنا رخشنی کخابی میکیم میکیم ما ادامه یود بیت و هی هگشم و هی هگشم مثلا جون میلا برای کلاس چسب پن من الان بگیرید اوکی برای من باشه با یشرشینم و هی اگشم و بود باران الهارس بر زمین 40 یوم 40 روز و 40 لیلا و 40 شب. یعنی اول بارون اومد یود بس یه بار دیگه و هی اگشم ازم بنویسید و هی اگشم بذارید رو میز و هی و بود هگشم باران 40 یوم 40 روز و 40 لیلا بر روی زمین 40 شب. خب ببینیم راشی یود بیت و این هگش ملهارس راشی و این هگش ملهارس اول حلان و جلوتر هو عمر میگه و این همه بول و طوفان بود بارون بود یا طوفان بارون الا برکه کش هوریدان هنگامی که پایین آورد هوریدان به رخمیم بارون اومد با رحم شیم یخ زرو که اگه تشوه کنن گشمه براخا بارونه براخا بشه اخشلو خازرو و زمانی که تشوه نکردن هایون مبول تبدیل به طوفان شد. پس اول بارون بود که شاید تشوه بکنن بعد تبدیل به طوفان میشه. اربعین یوم به گمر چهل روز و غیره این یوم ریشون من همینیان. اینجا جالبه ببینید چهل شبانه روز با یه روز ببینید یعنی 41 روز با 40 شب بوده ولی اینجا میگه 40 شبانه روز یه روزه را حساب نمیکنه چون شبش همراهش نبوده. ببینیم اربعین یوم گمر این یوم ریشون من همینیان روز اول جزء شمارش نبوده این یوم ریشون من همینیان روز اول جزء شمارش نبوده لفی به خاطر اینکه ماتی بنویسید عزیزم ماتتون سر کلاس کسی نبره خواهش ام مات کسی نره سر کلاس حواسات کلاس آقای ریشا شما هم گوش بدید اربعین یوم گمر این یوم ریشون من همینیان روز اول جزء شمارش نی لفیش این للو به خاطر اینکه شبش نبوده این مباون یعنی ببینید 40 شبانه روز یعنی روز و شب با هم خب این الان چون روز فقط یه روز بوده شبش نبوده حسابش نمیکنه. شهره که دختیب که اینک نوشته بیوم هزه در این روز نیوغه و کل معینوت باز شدن تمام معینوت چشمه ها. ببینید یعنی یه تو روز این اتفاقا میفته که تمام چشمه ها و دریچه آسمون و اینا باز میشه 40 شبانه روز ادامه داشته یعنی 40 شبانه روز و یه روز ولی یه روز جز شمارش نیست نیم سو بله چون شبش نبوده نیم سو نتیجه میشه اربعین یوم 40 روز کالیم تموم میشن اسلیم اوشمونه به کیسلو در 28م کیسلو لرابینیزه طبق نظر رابینیزه شه خداشیم که ماها نیم نیم شمرده میشن که سیدران مطابق ترتیبشون اخاد ماله یکی ماله یعنی 30 روزه و اخاد خاصه و یکی 29 روزه هره شنم آثار اینک 12 روز از مرخشوان و اسلیم اوشمونا و 28 روز میکیسلو از کیسلو. ببینید یعنی طبق نظر روی نیزر که میگفت از خشوان ما حساب میکنیم روی نیزر عقیده داره که ماهای عبری یکیش 30 روزه است یکیش 29 روزه 30 روزه 29 روزه 30 روزه 29 روزه بعد اگه حساب بکنیم تا 28 کیسلو طوفان میومده پس بنویسید طبق بارون میومده بله طبق نظر روی نیزر 17 خشوان طوفان یا بارون 40 روز 40 شبانه روز میاد از 17 خشوان از 17 خشوان 40 شبانه روز بارون میاد که میشه تا 28 کیسلو 28 همه کیسته خواه که ربی نیزه ماها را یکی در میون 30 روزه و 29 روزه حساب میکنه
نمی دیگه زهر ماه ها را 29 روزه و 30 روزه یکی در میان حساب میکنه. ادامه ماچ نکن حسابی یود گیمل کیسلو تا 28 همه کیسلو کمیش کنم بعد از دام جازه هیلا خالی آقا کمیش نکن نه جاشوا جان که نشسته یخ بندانه حالا رفت چه یخاب چه امون چون هر وقت تو ماشین ما میشیدیم این پنجه ادامه کش بالا میگه بذار پایمه شده سر ما بخواه اگه یه رو تونستی جا جاشوا بشینی آقا بشین بشین کلاسه ادامه بچه ها قبول دارید کنیسا پایین کنیسا پایین اصلا کولر جواب گو نیست باید فقط کولر گاز توی تابست هیچ فایده نه دیرو عصر مثلا اصلا فایده نداشت کنیسا قبول دارید خیلی گرم اگه زیر بادش نباشید چه فایده نداشت چی؟ بعد ایسی اصل شب با تو مگه تفیلا نیست چرا میرید بیرون؟ هزار دفعه میرم بهشون میگم آقا بیاید چه عجبا نه بچه ها راستی میگم و چه فایده داره من همه جواب همه ایشون بهمون میدن و اشتباه هست از هم نه به نظر من ادامه ویهی اگشم ولی یه سوال از امان پرسیدیم اون موقع عالی بود چند تا آلف داره تو برشید شیش تا دوباره ثابت کرد کالیه اون موقع درست جواب دادید وایسش رو برداشت بدید ادامه یود گیمل پاسق اول برشیتا 6 تا الف داشت چرا؟ چون گفتیم دنیا 6000 سال است هر عارفی نشونه 1000 ساله دنیا نهایتا 6000 ساله درست؟ سال 7000 دیگه 100 درصد مشیخه ادامه بله یعنی نهایتا 200 سال دیگه دنیا پاورت هست ادامه جالبه که بشر داره 200 سال آینده ما چیز داره برنامه داره ربط من خشه هوت و لویش و اصحت ادونای هیتا فکرهای زیادی تو ذهن آدمه ولی آخرش مشورت و گفته این خداست که اجرا میشه ادامه ایلان ماسک هم که از ترامپ طرفداری کرد دیدید؟ وای ازش مصاحبه کرده بودم گفتم به نظر تو 24 رئیس جمهور هوش مصنوعی نظر تو 34 کدوم هوش مصنوعی میاد رئیس جمهور واقعا بله هوش مصنوعی تا 10 سال دیگه شاید اصلا رئیس جمهورا هوش مصنوعی بشه همین الانش هوش مصنوعی مگه آدمه ادامه هوش مصنوعی مگه آدمی که باشه بالا کارایسه هوش مصنوعی هوش مصنوعی تا 2 سال دیگه مثل آدم هوش داره تا 5 سال دیگه از ابر یعنی از ابر باهوش انسان هم باهوش داره تا 5 سال دیگه نمیدونم ادامه یود گیمه چشتیه نست خب به اسم هیام هزه یه نکته جالب که اینجا میگه ببینید میگه در این روز در این روز اومد سوار کشتی شد در این روز چرا افراد زیادی بودن میگفتن نوح کشتی میسازه این به خیال خودش بسازه تا اومد بره بالا کشتی حمله میکنیم ما میریم بالا کشتی هم از بین میبریم اگه نه ما را راه نداد نمیذاریم نجات پیدا کنه درسته ببینیم به اسم حیوم هزه گوش بدید به اسم در این روز اسم یعنی این در خود روز این روز با نوح
آمد نوخ و شم و خام و یافت بنه نوخ و اشت نوخ و همسر نوخ اشروشت نشه بانا و ستا عروساش ایتام و اونای لحتوا بکشتی. پس گرفتی چی شد؟ این روز. چرا این روز؟ راشی صفحه قبل برگردید. راشی به اسم هیوم هزه بیاید دوباره اون صفحه لیمتخا یاد میدهد به تو دارید عزیزم؟ بله. لیمتخا یاد میدهد به تو تو چه یاشار بشین آقا یا شما جون بعد همیشه شما میشه ایشون بشینید. لیمتخا یاد میدهد به تو حکاتوب تراشه های و بنه دورو که افراد دورش عمری میگفتن ایلو آنو رو ایم اگر ما ببینیم اونا نخناس لطوا وارد کشتی شد آنو ما شورین اتاه میشکنیم اونا و هرگین اتاه و میکشیم اونا. آمر حقادش بارو خود گفت نه نه گفت حقادش بارو خود انی مخنیسو انی من مخنیسو واردش میکنم لعنه کولام در مقابل همه خوب شد و نیره دور می یاقوم و ببینیم صحبت کی چه کسی یاقوم اجرا میشه. یعنی خدا گفتش که آقا اینا دارن میگن که آره وقتی اومد کشتی نو وقت برس کشتی ما میایم چیکارش میکنیم میایم کشتی رو میسوزونیم. خدا میگه من کاری میکنم وسط روز اینا برن سوار کشتی بشن ببینم کی جرأت داره حرف بزنه حرف اونها اجرا میشه یا حرف من. درست یود دالت هما به خور اخیا یود دالت تورا هما آنها به خال اخیا و تمام حیوانات لمیناه به نوعش به خال به همال لمیناه و هر چهارپایی به نوعش به خال هارمه سارمه سنهارس و هر خزندهی که میخزه بروی زمین لمینه هو به نوعش به خال هاوف و هر پرنده به نوعش کل سپور کل کاناف هر پرنده بالدار و یا وو و آمدن ادامه ال نوخ به نوخ تا سر شلیشیا و بخونیم و یا وو و اومدن ال نوخ به سوی نوخ ال حتوا به کشتی یعنی خودشون اومدن شنعیم شنعیم جفت جفت میکل حواسار از تمام بشر اشر با روخ خاییم که جان زنده داره یعنی همه جفت جفت خودشون اومدن سوار کشتی شدن تت زین لازم نیست تت زین تورا به هباییم و آمدگان زخارون قوا مذکر و مؤنث میکل باسار از تمام بشر با او اومدن که اشت سوا و تایلوهیم همانطور که دستور دادونا خداوند و ایسکور ادونای به ادو و بس خداوند به ادو پشت سرش یعنی خدا در رو پشت نوخ بس. ببینید وقتی همه سوار کشتی شدن کی در رو پس خدا اومد در نوخ رو بس چجوری ببینیم تت زین ببینیم مثاله یعنی خود با قدرت خدا بسته شد معجزه شد و ایسکور ادونای بعدو تت زین پایین راشی یو دالتا نمیخواد تت زین و ایسکور ادونای بعدو هگین آلاف محافظت کرد بر اون شلوشی به روها که اونا نشکنن هیقیف حتوا هیقیف احاطه کرد حتوا کشتیا دوبیم خرسها و عرایود و شیرها یعنی شیر و خرس اومدن کشتی ها رو محاصره کردن شیرها و خرس ها کی گفته مگه من نگفتم دوب 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 به اکبر خرس دوب میشه خرس گوش بده دو تا خرس بودن یه مریم از زم سوار کشتی که نشدن بیرون وایستاد اینا مردن بیرون کشتی اینا وایستادن محافظت یه جفت رفتن تو بقیه محافظ گوش بدید هیقیف گوش بدید گوش بدید مثلا خرس قطبی که نمیتونسته باشه گفتن آقا روان شاید بگیم نژادهای مختلف نبوده شاید خرس اومده بعد نژادها تشکیل شده شاید اینجوری بود هیقیف محاصره کرد حتوا کشتی یا دوبیم خرسا و عرایو و شیرها و های هرگیم باهه و اونا را میکشتن اولفی پشوتو و بر طبق معنی سادی میقرا ساگر کنگدو بست کنگدو مقابلش مین همهیم از اون آبها بست بقیهش دستور زبانه. خب تا سر شلیشی اگه سوالی نیست سوال موفق باشید تصدیقان سوال